سلام، خدا وحید فرزام هستم. دهمین و آخرین قسمت از دوره آموزش مقدماتی بورد 2016 رو شروع میکنیم. عرض خدمتتون که توی این دوره ابتدا میخواییم راجع به موضوعات پرش های تب صحبت کنیم. توی بورد اینجوریه که وقتی شما عرض کنم خدمتتون که کلید تب رو از کیبورد فشار میدید، نشانگر به میزان مشخصی که از پیش تعریف شده در واقع پرش پیدا میکنه. اگر من این دکمه چوب پاراگراف مایر رو روشن کنم، اینجا میبینید جایی که من تب میزنم این علامت نشون داده میشه. تب برای چی استفاده میشه؟ برای اینکه دقیقا من بخوام فاصله ای ایجاد کنم، در واقع به جلو ببرم کرسر رو، به جای اینکه اسپیس نگه دارم از تب استفاده میکنم. و خب قابلیت هایی داره دیگه. فرض کنید مثل این که من بخوام مثلا در دو تا ستون اطلاعات بنویسم، مثلا اینجا بگم نام، بعد چند تا میزنم اینجا بگم نام خانوادگی، بعد دوباره انقدر تب میزنم تا بیاد زیر بعدی، بعد اینجا مثلا شروع کنم. خب این یه کاربرد تب دیگه، یعنی احتمالا از این کار ما انجام داد. خب واقعیتش اینه که تب میتونه خیلی از این مفصل‌تر هم استفاده بشه. حالا یعنی چی؟ عرض می‌کنم خدمتتون. ببینید، ما میتونیم نقاط پرش رو خودمون مشخص کنیم، یعنی ما میتونیم بگیم وقتی تب زدیم نشانگر به کجا بره، و اینجوری میتونیم یه متن خیلی منظم داشته باشیم. حالا چطور؟ ببینید، من اگه این گوشه خط که شما ملاحظه بفرمایید، یه سری علامت‌ها می‌بینید که وقتی روشون کلیک میکنم شکلشون عوض میشه. خب این علامت ها در واقع من با بعضی اینا کار دارم که میخوام راجب اینا بایدتون صحبت کنم. خب من عمدن ویدیو رو پاوز کردم که این علامت ها رو اینجا براتون بسازم تا بگم در واقع منظور من این علامت ها سکرم شاید خوب دیده نشه، و بعد بگم راجب این موضوع حرف بزنم. ببینید، وقتی که من این علامت الان به این شکله، مثلا علامت این علامت اینجاست، اگه من روی خطکش فریک کنم، یه دونه از اون علامت ها میاد در محل خطکش قرار میگیره. ببینید چجوری برش میدارم، کافی موس رو بیارم روش درگش کنم بندازم بیرون خطکش. خب البته یه ذره کار باید با دقت انجام بدم که اشتباهی علامت جدید اضافه نکنم. مثلا اگه بخوام من این علامت ها رو استفاده کنم، باید اینجا روی خط کش کلیک کنم. وقتی شد این علامت، نباید اونجا درگ کنم یا نگه دارم. همین که علامت عوض شد، روی خط کش اگه من کلیک کنم، یه دونه از اون علامت ظاهر میشه. ببینید حالا اینا به چه درد میخوره؟ این علامت ها علامت های تراز متنه، یعنی این هر متنی که زیر این باشه از لبه چپ ترازه، هر متنی که این زیر این باشه از لبه راست ترازه، هر متنی که زیر این باشه از وسط ترازه. این فقط یه خط عمودیه، یعنی ترازی محسوب نمیشه، ولی خب هست دیگه. یه دونه دیگه هست شبه این علامته که اگه اینجا نگاه کنید یه نقطه هم اینجا داره، یعنی یه نقطه در واقع توپر هم اینجا هست که میشه تراز از ممیز. حالا یعنی چی؟ میخوام توضیح بدم خدمتتون با اینا چه کاری انجام میدم. ببینید، من میام یه دونه از این علامت ها میذارم این بر، یه دونه از این علامت ها میذارم این بر. خب حالا نگاه کنید، من تبو میزنم میاد زیر این علامت. خب بعد من اینجا مثلا نمیسم نام، تب بعدی رفت زیر اون علامت. اینتر نمیزنم. چرا نمیزنم؟ چون اگه اینتر بزنم در واقع متن رو قطع میکنم، انگار که متن این پاراگراف رو پاراگراف بعد در واقع بعدی نسبتش قطع میشه. برای همین من نمیخوام کار رو انجام بدم، اینجا تب میزنم. فکر کنم یه ذره اندازه این نوشتای من میتونه کوچیک‌تر بشه. خب تب میزنم، نگاه کنید، میزنم تا بیاد زیر علامت بعدی. خب حالا اینجا یه اس رو وقت نداریم، در واقع من با سرعت این کار رو انجام میدم. دوباره تب میزنم میاد زیر علامت بعدی. فکر کنم الان که من دارم میزنم معنی تراز از چپ و راست داره خودش رو مشخص میکنه. ببینید این نوشته از لبه چپ تراز، این از لبه راست. و جالب اینجاست که اگه من اینا رو جا به جا کنم تا حدی که در واقع جای معنی داری باشه، ببینید
نوشته هم باش چی میشه؟ جا به جا میشه. خیلی پر استفاده است توی ورد. اگه این میله رو بذارم، یعنی اگر اینو عوض کنم در واقع بیم روی خط عمودی و از اون دشت کنم، ببینید یک کچه ها میکنه هر جایی که اینو بذارم یه دونه خط بین اینا رسم میکنه که البته خب دوتاش کافی بود. اگر این به جای این که تراز از چپ بود تراز از وسط بود، نوشته ها از وسط در واقع تراز میشد. بخاطر اینکه باورمون بشه من میگم یه دونه اینتر میزنم. وقتی اینتر میزنم نسبت این با پاراگراف بعدی قطع شده. درسته که اینا همچنان ادامه پیدا کرده، ولی الان دیگه من اینو بردارم فقط تو همین پاراگراف برداشته میشه. ببینید تو قبلیه میمونه. خب من اینم برمیدارم، اینم برمیدارم، جدید میذارم. میخوام در واقع موضوعات جدیدشو خدمتتون نشون بدم. یکی این تراز از وسط رو میخوام اینجا براتون بذارم. بذارید چند تا اینتر بزنیم که یه ذره فواصل بهتر خودشو نشون بده. یکی این تراز از وسط و یکی تراز از ممیز. تراز از ممیز هم ببینیم یعنی چجوریه. خب بله، من اینو فکر کنم میذارم این ورتر بیارم بهتر. تراز از وسط تب میذارم تا بیا زیر علامت شروع کنم به نوشتن. تراز از ممیز حتما عدد ممیز دار باید بنویسم، در واقع عدد اعشار دار به عبارتی. میبینید تراز ممیز داره چجوری کار میکنه. هم باید تراز از وسط رو الان ببینید متوجه منظور من شده باشید و هم تراز از ممیز. ممیز ها زیر هم قرار گرفته. ببینید خیلی موضوع پر استفاده ایست که ما توی خیلی جاها از این افکت ها در واقع از این جمله های ورد استفاده میکنیم. تب ها رو فقط به این روش نیست که میتونیم ما بذاریم، یعنی ما یه قابلیت اینو داریم که تب ها رو بتونیم توی پنجره تب صدا بزنیم. ببین من چجوری پنجره تب رو میارم. کلیک میکنم داخل این پاراگراف، پنجره پاراگراف رو میارم، این پایین پنجره تب هست رو هم میارم. اینا نقاط پرش من. نگاه کنید من چند تا علامت اینجا گذاشتم. یکی بذارید من اینو بیارم یه ذره پایین تر. اینجا اگه نگاه کنید یکی دو تا میله گذاشتم، یه دونم این بر گذاشتم. اینا هموناست. داره میگه توی 81 صدم از لبه، یعنی از اینجا تا اینجا، یه دونه تراز از رایت گذاشتیم. توی 2.75 یعنی حدودا اینجاها جای میله اولی بار گذاشتیم. توی 2.81 یه دونه بار دوباره گذاشتیم.